یک بار دیگر با تشدید فشارها بر ایران بحث احتمال مذاکره بین تهران و واشنگتن واکنش‌های گسترده‌ای داشته بدون اینکه نشانی از گفتگو ببینیم. آیا اگر ایران بخواهد آمریکا آماده مذاکره هست؟ سلام بر شما و خوش آمدید به صفحه دو. تشدید فشارهای آمریکا برای کاهش قابل توجه فروش نفت ایران همزمان شده با سفر محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به نیویورک. او در یک نشست جانبی از آمادگی جهت مبادله زندانیان سخن گفت. بعد در یک مصاحبه تلویزیونی در شبکه فاکس نیوز، شبکه محبوب دونالد ترامپ، به او هشدار داد که گروه ب قصد دارند او را به سمت جنگی ببرند که نمی‌خواهد. انگار داشت مستقیم با رئیس جمهوری آمریکا حرف می‌زد که گفت دونالد ترامپ دنبال جنگ نیست. اما واقعا دونالد ترامپ در داستان ایران دنبال چیست؟ او از مهمترین قرارداد بین المللی بین ایران و کشورش خارج شده و گفته ایران را به زانو درآورده. اما میگوید دنبال تغییر رژیم هم نیست. آیا دونالد ترامپ به دنبال گفتگوست؟ حسن روحانی رئیس جمهوری ایران چندی پیش گفت اینکه ما اگر آماده باشیم آنها آمادند اشتباه است، آنها آماده مذاکره نیستند. آیا این حرف حسن روحانی درست است؟ استراتژی آمریکا در قبال ایران چیست و برای ترامپ در آستانه دور بعدی انتخابات کدام شعار در برابر ایران رأی یا کمک مالی بیشتری می‌خرد؟ در برنامه امروز دو مهمان دعوت کردیم، آرش آرامش حقوقدان و کارشناس امنیت ملی از نیویورک و فرشته پزشک کارشناس امور بین المللی از واشنگتن. خوش آمد میگم به هر دوی شما. آقای آرامش، شما مدت هاست که استراتژی دولت آمریکا رو در قبال ایران دنبال می‌کنید. آیا شما استراتژی مشخصی می‌بینید در کاخ سفید در قبال ایران؟ استراتژی مشخص نمیدونم، ولی تاکتیک الان فشار حد اکثری است. استراتژی منظور از اون هدف راهبردی که آیا هدف تغییر رژیم است یا هدف تغییر عرض کنم حضور شما مواضع ماهیتی کلی جمهوری اسلامی است، که نه کلا هدف اینه که باشون کنار بیایم و بگیم که تا موقعی که مشکل و دشواری بزرگی برای ایالات متحده و متحدش در منطقه ایجاد نکنیم میتونی سر قدرت هم ببونی. نه، این استراتژی رو، یعنی این هدف راهبردی رو نمیبینم. و این هدف راهبردی فقط مشکل این دولت نیست، دولت‌های قبلی هم اینو داشتن. ولی از لحاظ تاکتیکی ببینیم که تاکتیک این هستش که فعلا فشار حد اکثری باشه، شاید جمهوری اسلامی تغییر روشی بده یا بیاد سر میز مذاکره و امتیازات بیشتری بده. ولی این نداشتن دید و منظر استراتژیک طولانی و نگاه نکردن به بازی دراز مدت، نه فقط حالا بازی این نیمه و نیمه بعد، بلکه نگاه نکردن به کل فصل در این لیگ، به سیاست آمریکا صدمه زده. و میگم اینا فقط مسئله آقای ترامپ نیست، در دولت‌های دیگه ایالات متحده این بوده که با جمهوری اسلامی به صورت راهبردی و طولانی مدت چه کار باید کرد. متوجهم آقای آرامش چه می‌فرمایید، اما به صورت کوتاه مدت چی خواهیم بذارید؟ شما نظرتون رو بگید و بگید آیا فکر می‌کنید که بالاخره دولت آمریکا میدونه که اگر ایران بخواد بیاد پای مذاکره اونا هم میان یا نه؟ من فکر می‌کنم دولت آمریکا رو یک با من یک نهاد ثابت و اینکه همشون با هم یک دست هستن نمیشه نگاه کرد. یعنی باید حساب شخص آقای ترامپ رو از تیم امنیت ملیش و همینطور دامادش جارد کوشنر جدا کرد. شما از یک طرف آقای ترامپ رو داریم که نه تنها استراتژی خاصی نداره، دکترین خاصی هم نداره. یعنی به نظر میاد که بیشتر تاجر ملوان است و اصولا علاقه داره که در صحنه بین‌الملل و در صحنه سیاست ستاره باشه. و خب با توجه به اینکه از زمان کمپین قول داده بود که از برجام میاد بیرون، به دلیل اینکه خب میراث آقای اوباما بود، شاید مهمترین دلیلش این باشه، میشه انتظار داشت که خودش هم بارها البته اعلام کرده که مشتاق توافق باشه، مشتاق دیدار باشه و از این قبیل. اما از اون طرف شما تیمی رو در کنار آقای ترامپ دارین که به شدت محافظه‌کار و از راستگرایان افراطی هستن که در حتی در میان جمهوری خواهان هم در قشر افراطی قرار میگیرن و در حاشیه قرار داشتن، هم آقای پومپئو هم آقای بولتون از این دستن. از اون طرف آقای جارد کوشنر داماد آقای ترامپ در سیاست‌گذاری تاثیرگذاره و خب بسیار نزدیک هست هم با اسرائیل و هم عربستان. اینها رو که در کنار هم قرار میدیم متوجه پیچیدگی شرایط میشیم و به خاطر همین هم نمیشه یک سیاستی رو تدوین کرد که در دراز مدت نتیجه بخش باشه. اما در این حال هم باید در نظر گرفت که صدهای زیادی
در مقابل هر گونه مذاکره یا توافق با ایران قرار داره، خصوصا بعد از اینکه ایران به لیست ایران سپاه پاسداران به لیست گروه‌های تروریستی اضافه شد. اطرافیان آقای ترامپ یکی از دلایل اینکه این کارو کردن این بود که نه تنها دست آقای ترامپ رو ببندن، که دست رؤسای جمهور بعد رو هم برای مذاکره با ایران ببندن، ولی آقای ترامپ شخصیتش جوری هست که اتفاقا میتونه این هزینه سیاسی رو بده و علارغم همچین تصمیمی وارد مذاکره بشه. ولی خب تیم آقای ترامپ به نظر میاد که مخالف باشن. یک نکته دیگه هم اضافه کنم، این هست که در تیم آقای ترامپ قبلا وزیر دفاع آقای جیمز ماتیس بود که یک وزنی داشت و میتونست بعضی از تصمیم ها رو تعدیل بکنه. الان وزارت دفاع ایالات متحده که یک دستگاه عریض و طویله و با بودجه بسیار بالا سرپرستی داره که هیچ پیشینه نظامی و یا دولتی نداشته، مدیر ارشد بوئینگ بوده. اینها رو که کنار هم بذاریم متوجه میشین که این آشفتگی در سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران از کجا ممکنه نشأت بگیره. این گزاره‌ای که آقای ظریف میگه، اینکه گروه ب میخوان آمریکا رو ببرن به سمت جنگی که ترامپ نمیخواد، آیا به نظر شما درست میرسه خانم بزش؟ من فکر میکنم که درسته، به این دلیل که خب بک‌گراند آقای پومپئو و همینطور آقای بولتون مشخصه، خصوصا آقای بولتون. یعنی آقای بولتون سالهای سالی که دنبال رویارویی با ایران هست و درسته که آقای ترامپ به هیچ قصد درگیری نظامی نداره، ولی فکر نمیکنم که اطرافیانش از هیچ فرصتی نخوان استفاده کنند برای این ماجرا. و اتفاقا این تیم بی که اشاره میکنه فکر میکنم از نظر خیلی خوب آقای ترامپ و آقای ظریف شناخته، برای اینکه تیم بی یعنی تیم آد، تیم دست اولشون نیستن، تیم دست دو هن، تیم بدتری هستن و داره اینها رو برند میزنه بهشون که بتونه با آقای ترامپ کانکشن برقرار کنه، یک ارتباطی رو بسازه. من فکر میکنم که هدف اطرافیان آقای ترامپ درگیری محدود نظامی باشه، یعنی حداقل مخالفش نباشن. واسه یه مقدار راجع به همین استراتژی آقای ظریف صحبت بکنیم. آقای آرامش، نظرتون چیه؟ آیا به نظر شما موفق عمل کرد در نیویورک؟ اینکه اومد رفت با فاکس نیوز مصاحبه کرد، یه صحبتای مطرح کرد انگار که می‌خواست یه دری رو برای گفتگو باز بکنه، حالا بگیم که برای مبادله زندانیان تا برسیم سر اصل موضوع. انتخاب این شبکه هم خب خودش انتخاب جالبی بود. با شبکه‌های خبری سنتی مثل ABC، CBS یا NBC شو صحبت نکرد، با شبکه خبری بزرگی مثل CNN یا شبکه‌ای که بالاخره به لیبرال‌ها نزدیک‌تر است مثل MSNBC صحبت نکرده. شروع رفتن فاکس. فاکس خب درسته که پربیننده ترین شبکه خبری ایالات متحده هست، اما همونطور محافظه‌کارترین و طرفدار شدید آقای ترامپ هست و بسیاری از مجریان و دست‌اندرکاران فاکس یا تماس مستقیم دارن با آقای ترامپ. آقای ترامپ برنامه‌هاشون رو نگاه می‌کنه و غیره ذالک. یعنی عملاً ایشون آقای ظریف با انتخاب رفتن به شبکه فاکس، البته خب هر برنامه هم نرفتن، برنامه کریس والس یکی از خبرنگارهای معتبر فاکس هست که شدیداً هم حزبی نیستن ایشون، ولی در مجموع انتخاب جالبی بود. انتخاب اینه که من میخواستن آقای ترامپ ایشون رو ببینه و برنامه رو ببینه، یا لااقل مخاطبینی که با آقای ترامپ دسترسی دارن صحبت‌های آقای ظریف رو بشنوم، ولی به نظر من موفق نبود. به چند دلیل. دلیل اول این که بعضی از نکات مطرح شده، چه در سفرشون در نیویورک، در صحبت‌هایی که ایشون در جلسات مختلف کردن یا مصاحبه در فاکس، کلا منطقی نیست و با حقیقت جور در نمیاد. مثلا تبادل زندانیان خب یک مسئله است که عملاً شما دارید اذعان به گروگانگیری میکنید، با اینکه میگویید ما بیم زندانی اگر واقعا کسی هست باید محاکمه بشه، اگر نه شما چرا گرفتی؟ یعنی این مسئله تبادل زندانی با به نحوی که آقای ظریف و امثال هم بیان میکنن حالت انگار تبادل گروگان داره. یک دوم، سیاست های منطقه‌ای جمهوری اسلامی، یعنی سیاست خارجی جمهوری اسلامی به خصوص در منطقه رو وزارت خارجه و دولت روحانی نمیچینند. دیگه بر این کاملا واضحه که دست سپاه قدس و دست جریاناتی است که بالاخره شدیداً و منصوب رهبری هستن و رهبری نزدیکتر هستن. به خاطر همین از اون طرف هم مقداری سخته که برای صحبت‌های کسی که نه تنها تصمیم گیرنده و سیاست گذار نیست، بلکه در بسیاری از موارد حتی سخنگوی مناسبی هم برای اون سیاست‌ها نیست، اون صحبت رو جدی گرفت. و حالا موارد بیشتری هست، ولی این انتخاب شبکه یکم و دومی که چه کسی، یعنی آقای ظریف که
از لحاظ حقوقی سکاندار سیاست خارجی است، اما از لحاظ حقیقی ایشون نیست. بیت رهبری، سپاه پاسداران و حتی قدرت‌های دیگه، نهادهای دیگه قدرت در ایران از ایشون و از تیم ایشون در وزارت خارجه قدرت بیشتری دارن و بعید میدونم اونهایی که در ایالات متحده، چه در وزارت خارجه، چه در وزارت دفاع، چه در شورای امنیت ملی که عملاً بازوی سیاست‌گذاری خارجی ایالات متحده در کاخ سفید هست، صحبت‌های آقای ظریف رو آنچنان جدی بگیرن که بخواهند روش سرمایه گذاری بکنن، چون میدونن که ایشون و اطرافیان ایشون محور قدرت نیستن، به خصوص در عرصه سیاست خارجی و امنیت ملی ایران. از طرف دیگه به هر حال این بحث‌هایی که آقای ظریف اونجا سعی کرد که مطرح بکنه در مورد حالا باز شدن باب مذاکره در ایران، هم واکنش‌های گسترده‌ای داشتیم که مثلا هم آقای سلیمانی، هم آقای لاریجانی، هم بعضی دیگر از افراد صاحب نام گفتند که الان وقت مذاکره نیست. به نظر شما با توجه به سیاست داخلی آمریکا، خانم پزشک، چه وقتی وقت خوب مذاکره میتونه باشه؟ آیا هرگز چنین وقتی میرسه؟ فکر میکنم خیلی نکته خوبی اشاره کردین. یکی از مشکلاتی که فکر میکنم شاید سیاست خارجی ایران درگیرش هست اینه که اولا تمرکز توی سالهای گذشته تمرکز زیادی کردن برای مذاکره با حزب دموکرات و ایجاد روابط با حزب دموکرات به طور خاص، و عملا به نظر میاد راههای ارتباطی و مذاکره با حزب جمهوری خواه به هیچ عنوان ندارن و سرمایه و تمام تخم مرغاشون در واقع تو سبد دموکرات ها گذاشتن. این از منظر سیاست خارجی یک ضعف میتونه به حساب بیاد و صبر کردن زیاد در طول این مدت، حتی دو سال اول آقای ترامپ، باعث شده که الان ایران کارت‌های زیادی نداشته باشه برای بازی کردن. من فکر می‌کنم که الان شاید ایران کارت‌های زیادی نداشته باشه و شاید بهترین موقع مذاکره نباشه، ولی آیا دو سال دیگه یا یک سال دیگه یا 6 ماه دیگه شرایط تغییری خواهد کرد اگر که آقای ترامپ به دور دوم راه پیدا بکنه و خب بیشتر تثبیت بشه، خصوصا در دو سال اول دور دومش چه کار خواهند کرد؟ و این موضوعاتی که به نظر نمیاد که ایران هم براش پاسخ مناسبی داشته باشه و یا اونها هم سیاست و روی کرده منسجمی نسبت به ماجرا داشته باشند. خب من خیلی دلم میخواد تو این بحث ما تمرکزمون رو بذاریم روی آمریکا، با توجه به اینکه به هر حال بحث‌های زیادی شده در شبکه ما در مورد اینکه در ایران چه اتفاقی میفته. وقتی به تصویر سیاسی در آمریکا نگاه بکنیم آقای آرامش، گروه‌هایی که از آقای ترامپ حمایت می‌کنن و در واقع معادلات قدرت در واشنگتن، آیا شما فکر میکنید که اونها حمایت بکنند از مذاکره با ایران، یا اینکه نه، منزوی کردن ایران رو تا نقطه‌ای که به هر حال حالا یک اتفاقی بیفته، اون اتفاق هم واقعا هیچ کس الان نمیدونه چی هست، که آیا ممکن هست این منجر بشه به اینکه تغییر رژیم، منجر بشه به هر چیزی که حالا هنوز هیچ کس واقعا نمیدونه، آیا اونها دنبال این هستند؟ دنبال چه هستند؟ اونها چی میخوان از دولت آقای ترامپ، حامیان مالی، کسانی که از او حمایت میکنن؟ ببینید، من اینا رو به چند دسته تقسیم میکنم. یه دسته بسیار اقلیت، این دسته بسیار بسیار کوچک که جمهوری خواهای خودشون انزباگرای داخلی هستن، اونها اصلا کلا میگن نباید سیاست خارجی کاری داشته باشه و غیره و زاره، که تعدادش هم خیلی کمه. مثلا نماینده اصلیشون آقای رند پال هست که سناتور هست از ایالت کنتاکی. در مجموع اون طیف بسیار کوچک و اقلیتی که میگه ما کاری به کسی نداشته باشیم و سیاست خارجی خیلی درونگرایی داشته باشیم و غیر ازاده. دو تا طیف دیگه برمیگردن در حزب جمهوری خواه، اونها رو با نو محافظه کارها یا تقسیم میکنیم و محافظه کارهای سنتی. نو محافظه کارها که خب آقای بولتن مشاور امنیت ملی و عرض کنم به حضور شما بعضی از مشاورین دیگه ارشد که تیم آقای بولتن هستن، بعضی از نمایندگان مجلس نمایندگان و مجلس سنا کسی هستن که اعتقاد دارن که ایالات متحده باید با همون بیاینی عملا نگاه بکنید، اونها بانیان و معماران مثلا جنگ عراق بودن غیر و زالک. محافظه‌کاران سنتی هم هستن در ایالات متحده که اونها رو الان در اقلیت میبینم در تیم آقای ترامپ، ولی خب در چند سال پیش مثل آقای مکمستر سپهبدی بود که مشاور امنیت ملی بود، ارتش بود، مارس وزیر دفاع بود، اینا کسی هستند که درسته که محافظه‌کارن، ولی محافظه‌کارهای سنتی هستن و اعتقاد به توازن و قوا دارن. یعنی حالا هر جا هر اتفاقی افتاد لشکر کشید کار درست نیست، ولی اگر میخواد مذاکره بکنید باید
زور چماق هم بالای سر مذاکره و میز مذاکره باشن. الان به نظر من در حزب جمهوری خواه و به خصوص با داشتن کسی مثل آقای ترامپ در کاخ سفید، مثل آقای بولتن در شورای امنیت ملی و در نهاد امنیت ملی در کاخ سفید، آقای پامپئو در وزارت خارجه و به خصوص مشاورین، یعنی الان شما نگاه میکنید معاون سیاستگذاری، معاون پرسنل، معاون امنیت، معاون استراتژی بلند مدت، اینها معاونت های مختلفی که در وزارت خارجه، وزارت دفاع و حتی وزارت بازرگانی، وزارت خزانه داری اینا هست، ببینید به کیا رسیده. و اینها اکثرا کسانی هستند که غالبا نه ولی اکثرا کسانی هستند که نه تنها دیده خیلی خوشی به ایران ندارن، بلکه به نسبت به جمهوری اسلامی فکر میکنن که باید فشار بیشتر. اما نکته آخر، شما فرمودید کسانی که کمک میکنن و کمک مالی میکنن بسیار هستند در حزب جمهوری خواه، به خصوص اونهایی که خیلی علاقه ایدئولوژیک دیگه مثلا مذهبی خیلی عجیب و غریب نیستن، علاقه ایدئولوژیک دیگه مثل اسلحه یا مسائل داخلی و غیر ذلک ندارن و مسئله سیاست خارجی به خصوص سیاست خاورمیانه براشون خیلی مهم هست. اونها کسایی هستن که هم با آقای ترامپ کمک کردن و هم از اون طرف با آقای جارد کوشنر نزدیکن، با آقای پامپئو نزدیکن، با آقای بولتن نزدیکن و فشار حد اکثر بر جمهوری اسلامی رو بیشتر و بیشتر خواست دارن. و نکته خیلی کوتاه آخر این هست، مسئله این نیست که حالا فشار بیاریم یا نیاریم، فشار الان تاکتیک دولت آقای ترامپ فشار حد اکثری است، مسئله اینه استراتژی چی هست. آقای اوباما مذاکره کرد، یک معاهده نسبتاً یه معاهده هم برجام رو هم گرفت، ولی این استراتژی بلند مدت ایالات متحده از زمان سقوط شاه، از آقای ریگان، بوش، کلینتون، عرض کنم بوش پسر و آقای اوباما، این بوده که جمهوری اسلامی اون استراتژی بلند مدت، آیا جمهوری اسلامی باید برود همونطوری که آقای شاه باید برود، یعنی که نه جمهوری اسلامی بماند باش، باید فقط تعدیلش کرد و باش ساخت. این به نظر من ضعف بزرگ. خب دقیقا بحث همینه، بحث اینه که تو سالهای گذشته ما دیدیم که مثلا آقای بولتون خیلی رسما در جلسات سازمان مجاهدین حاضر میشد، در مورد جایگزینی جمهوری اسلامی صحبت میکرد، حتی گفته بود تا بهار 2019 همین ماهایی که توش هستیم دیگه جمهوری اسلامی نخواهد بود، که خب این حرفی شده که الان جمهوری اسلامی هم دائم مقامات مختلفش اشاره میکنن و میگن که آقا شما قصدتون براندازی رژیم هست، و اونها در آمریکا میگن نه، ما این در واقع برنامه ما براندازی نیست، تغییر رفتاره. آیا خانم پزشک میشه اصلا فهمید که آمریکا در نهایت میخواد جمهوری اسلامی بماند یا برود؟ برای دولت آمریکا آیا وجود یک دولت دشمن در خاورمیانه الان میصرفه با توجه به معادلات دیگری که در خاورمیانه هست، یا نه همراه شدن ایران به نفع دولت آمریکاست؟ ببین در دایره های حلقه های سیاست خارجی اینجا در خیلی از اندیشکده ها یکی از موضوعاتی که خیلی مطرح میشه به این هستش که دموکرات ها خیلی مایل هستن که با ایران به توافقی برسن و به حل مشکلات کلیشون بیانجامه، کاری که مثلا آقای نیکسون در مورد چین انجام داده بود، و جمهوری خواه ها کلن دموکرات ها رو متهم میکنن که به خاطر این هدف در مقابل ایران خیلی نرمش نشون میدن و کوتاه میان و براشون این هدف هر وسیله رو توجیه میکنه، و به همین دلیل هم براشون برجام اینقدر غیر قابل پذیرش بود، با اینکه برای منطق استوار نیست و دموکرات ها هم سیاست های بسیار سختگیرانه ای داشتن. فکر میکنم تو تمام حرفا بهش اشاره شدم بود که سیاست مشخصی ایالات متحده نداره، این دسته های متفاوتی هستن که هر کدوم دید خودشون رو نسبت به ایران دارن و به طور بلند مدت فکر نمیکنن، خصوصا اینکه هر دولتی که سر کار میاد برای چند سال اول دور اول برنامه میچینن و سعی میکنن اون رو پیاده بکنن. اما چیزی که اینجا خیلی تاثیرگذار هست در سیاست خارجی آمریکا مسئله لابی ها و لابی های خارجی هستش در ایالات متحده، کسانی که میتونن خیلی راحت پول های سنگین خرج بکنن و کمپین ها رو تحت تاثیر قرار بدن.
اونها گروه های هستن که از طرف کشورهای دیگه مثل اسرائیل، عربستان، شرکت های اسلحه سازی و اینها فعالیت میکنن و هم نظر افراد در سنا و مجلس رو، مجلس نمایندگان رو میتونن خیلی راحت تحت تاثیر قرار بدن، با دولت لابی میکنن و اینها هم تاثیرگذار هستن در شکل گیری سیاست خارجی. ولی آقای ترامپ چیزی که شخصا بهش به نظر میاد باور داره، مخالف این لشکرکشی، مخالف مداخله نظامی ایالات متحده در، فرقی هم نمیکنه کجا باشه، یعنی شما فرض کنین از حضور نیروهای نظامی آمریکا در آلمان الان آقای ترامپ از شکایت داره تا اینکه میخواست نیروهای آمریکایی رو از سوریه خارج بکنه. ولی خب میبینین که رئیس جمهور با اینکه قرار سکان سیاست خارجی رو داشته باشه با چه مقاومت هایی روبرو میشه. یعنی وقتی آقای ترامپ اعلام کرد که میخواد نیروها رو از سوریه خارج بکنه، در نهایت تونستن مشاورانش از جمله آقای بولتون تلاش جدی کردن که سربازها رو نگه دارن. بنابراین یک سیاست یک دسته نداره و این در مورد جمهوری اسلامی به طور خاص در سالهای مختلف خودش رو نشون داده که هر دولتی که میاد سر کار بدون یک استراتژی مشخص فقط یک سری تاکتیک های رو سعی میکنه پیاده بکنه. ولی در دولت آقای ترامپ اون طرح 12 بندی که آقای پومپئو ارائه کرد عملا راه گفتگو رو میبنده. یعنی شما نمیتونید با یک دولتی بخواید سر مذاکره برین و بخواید توافق بکنین و بهش بگین که به طور کلی کلا باید خلع صلاح شده بدون هیچ دستاوردی بیای بشینی سر میز مذاکره و به عنوان یک بازنده بری. میشه این کار رو کرد ولی نمیشه انتظار پذیرش به سادگی از طرف مقابل رو داشت. بنابراین این تضاد دیدگاه بین خود آقای ترامپ و تیمش و اینکه بدنه سیاست خارجی به طور کل در تمام دوره‌های مختلف ریاست جمهوری در مقابل یه سری سیاست‌ها مقاومت می‌کنن و به خاطر پروسه طولانی سیاست‌گذاری در ایالات متحده این راه‌ها رو دارن که بتونن جلوی رئیس جمهور رو بگیرن، این باعث میشه که آقای ترامپ حتی اگر بخواد سیاستی رو پیش ببره با یک سری صدها مواجه بشه. موضوع جالبی رو گفتید. به هر حال ما داریم یه صحنه شطرنج رو تحلیل می‌کنیم که یک نفر ممکنه در نهایت بیاد بزنه اصلا کلاً زیر میز. آقای ترامپ آدمی است که ممکن است که این کارو بکنه با توجه به شناختی که ازش داریم. آقای آرامش، اگر آقای ترامپ بخواد با ایران مذاکره بکنه، در این مذاکره چه خواهد خواست؟ آیا میشه حدس زد از شخصیت او، از صحبت‌هایی که تا به حال کرده؟ نه، واقعا نمیشه. و خودش هم شاید بچه مثبتی باشه. ببینید، شما 2 سال پیش هیچ وقت انتظار داشتید که آقای ترامپ بیاد با کیم جونگ اون، رهبر یکی از تاریک‌ترین دیکتاتوری‌های دنیا، نه تنها دیدار بکنه، دست بده، برنم کلی حتی با وجود یاغیگری های متبال معروف مستمر کره شمالی، با این وجود آقای ترامپ هنوز دست به انتقاد خیلی شدید نزده. حتی تا حدی پیش بره که بگه مثلا که اون جوانی که در کره کشته شد یا به کما رفت و بعد در ایالات متحده عملا مرحوم شد، این مثلا تقصیر اونها نبوده و آقای کیم جونگ اون گفته من خبر نداشتم، من همش باور میکنم از این حرفا. آن کسی که معبد، حالا جالبه، خیلی از سران کشورهای دیگه مثلا آقای شینزو آبه نخست وزیر ژاپن، خب یک نخست وزیر دموکراتیک و در کشور آزاد هست، ولی ایشون هم یاد گرفته که خیلی راحت تر میشه از آقای ترامپ امتیاز گرفت و با ایشون سر میز نشست موقعی که تملق ایشون رو میگوید و حرفای خوب در مورد آقایشون میزنید و میبینید که رابطه شینزو آبه با آقای ترامپ بسیار خوبه، در صورتی که رابطه آقای ترامپ با بعضی از متحدین سنتی و تاریخی ایالات متحده خوب نیست. نه اینکه سیاست های اونها رو نپسندد، بلکه با اشخاصی که در قدرت هستند ایشون سر سازگار نداره. به خاطر هم اینکه حالا بخواهد ایشون با ایران سر میز مذاکره بشیند و چه خواهد گفت، والا الله اعلم. ولی یک بسیار بزرگی داره اینه که در کره شمالی مثلا آقای کیم جونگ اون نه فقط رهبر حقیقی است، رهبر حقوقی هم هست، نه فقط رهبر خدایگونه هست، بلکه بر مسند نیروهای نظامی و نیروهای عرض کنم سیاسی کره شمالی هم نشسته و حزب و بعضا رهبر حزب کارگر کره هم هست. ایران اینطور نیست. ایران آن کسی که قدرت تصمیم گیری اصلی هست و جایگاه خدایگونه دارد هیچ وقت سر میز مذاکره نمیاد. ایشون حد اکثر یه مشهد میرن یا سرستانی میرن، سر میز مذاکره نمیاد. کسی که خواهد آمد نمایندگان دیپلماتیک دولت خواهند بودن که خب اونها هم آنچنان
شاید در داخل سپاه و در خارج نیروهای دیگه خارجی براشون تره بسیاری خورد نکنن. خانم پزشک، با همه این حرف هایی که زدیم یک چیز رو نباید فراموش کرد، اون هم این هست که به هر حال سیاست داخلی آمریکا، اینکه آیا مثلا آقای ترامپ در چه مشکلاتی هست، هم ممکن است روی این ماجرا تأثیر بگذاره. اگه خیلی کوتاه به ما بگید شما چنین مشکلاتی رو در صفحه میبینید که به یک باره باعث بشه آقای ترامپ بیاد و یک موضوع خارجی رو مهم بکنه برای چشم‌پوشی از اونها؟ ممکنه. البته الان که مسئله پرونده روسیه عملا اتمام پیدا کرده، اگر که اتفاق بزرگی نیفته ممکنه یه همچین راهی رو هم پیش نگیره، ولی آقای ترامپ شخصیتی رو داره که برای اینکه انحراف افکار عمومی ایجاد کنه دست به یک تغییر بزرگ بزنه. میتونه مذاکره باشه، میتونه یک درگیری محدود نظامی باشه. یه نکته کوتاهی در مورد کره شمالی من بهش اشاره بکنم. در کنار تمام صحبت‌هایی که شد این رو هم در نظر بگیریم، همسایگان کره شمالی و تمام طرفینی که درگیر مذاکرات کره شمالی بودن موافق بودن و لابی می‌کردن که یک قرارداد و توافق بین ایالات متحده و کره شمالی صورت بگیره. در مورد ایران مسئله کاملا برعکسه، یعنی تمام کسانی که اینجا دسترسی به منابع مالی و سیاسی دارن مخالف هر گونه مذاکره و توافق خصوصا با ایران هستن و سیاست فشار حداکثری رو اونها هم دنبال می‌کنن. این میکنم کار ایران رو سخت‌تر میکنه و حتی در مورد کره شمالی علارغم همه این حمایت‌ها الان کره شمالی به صد آقای بولتون و پومپئو خورده و اونها اجازه نمیدن که جلو بره و آقای ترامپ امتیازاتی قرار باشه به کره شمالی بده. این پیچیدگی‌ها باعث میشه که مسئله ایران سخت‌تر قرار باشه حل بشه. متشکرم از هر دوی شما خانم پزشک و آقای آرامش، ممنونم که در این بحث با ما شرکت کردیم و ممنونم از شما که با صفحه 2 همراه بودید. این برنامه برای یک هفته روی وبسایت bbcpersian.com/صفحه 2 در دسترس شماست. برنامه رو میتونید روی کانال یوتیوب ما هم ببینید. لینک برنامه در توییتر ما منتشر میشه @bbcpage2 شناسه توییتری ماست. میتونید پادکست برنامه رو هم بشنوید اگر روی اپلیکیشن پادکستتون با جستجوی کلمه صفحه به فارسی در کنار عدد 2 مشترک پادکست صفحه 2 بشید. این برنامه روی فیسبوک BBC هم قرار میگیره، facebook.com/bbcpage2. برنامه بعدی روز پنجشنبه. شب و روزتون خوش.